بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر. به خبرهای اقتصادی از تلویزیون تمدن خوش آمدید. سخنگویان وزارتخانه های انکشاف دهات، شهرسازی و فواید عامه امروز در یک نشست خبری مشترک از بازسازی و انکشاف بنیادی در کشور خبر دادند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، گفت رئیس جمهوری 7 ماه پیش برای تمام وزارتخانه‌ها دستور داده بود تا برنامه کاریابی خود را در تمام ولایات آغاز کنند، که بر اساس آن وزارت انکشاف دهات اولین مرحله برنامه کاریابی خود را در ماه جدی سال گذشته در 12 ولایت و با تطبیق بیش از 4000 پروژه آغاز کرد که برای 235,000 نفر زمینه کاری کوتاه مدت فراهم شد. مرحله دوم این برنامه در 5 ولایت شنبه هفته آینده آغاز می شود. در این مرحله بیش از 1500 پروژه های انکشافی به ارزش بیش از 695 میلیون افغانی شروع می شود که با تکمیل آن برای بیش از 76,000 تن زمینه های کاریابی کوتاه مدت مساعد می شود. رستمی علاوه کرد که وزارت انکشاف دهات در چند ماه دیگر برنامه های انکشافی را در 34 ولایت گسترش می دهد. قرار است طی ماه‌های آینده برنامه ملی کاریابی از سطح 17 ولایت افغانستان به 34 ولایت افغانستان گسترش پیدا بکنه، که در این صورت هم میزان ایجاد زمین‌های اشتغال در دهات افغانستان افزایش پیدا می‌کنه و هم بیشترین پروژه‌های انکشافی در 34 ولایت افغانستان تطبیق و عملی می‌شه. در همین حال سخنگوی وزارت شهرسازی از آغاز کار ساخت مرکز فرهنگ بامیان خبر داده گفت هزینه این مرکز حدود 5.5 میلیون دلار است که از سوی کشور کره جنوبی پرداخت شده و تا 24 ماه دیگر به بهره برداری سپرده می شود. سخنگوی وزارت فواید عامه نیز از احیا و بازسازی 24 هزار کیلومتر سرک در کشور خبر داد. بزرگترین و کلانترین از نمایشگاه های و مرکز فرهنگی است که در ولایت بامیان کارش فعلا آغاز شده و انشاءالله که تا 24 ماه دیگر در بهره برداری پرداخته می شود. 24 هزار کیلومتر سرکی که ما در سراسر افغانستان در طی 4 سال گذشته ساختیم و فعلا تحت حفظ و مراقبت داریم، 10 هزار کیلومتر آن سرک های با رویه اسفلت یا دبیستی می باشد و متبقی آن جغلی می باشد که از مجموعه سرک های اسفلتی 360 کیلومتر آن شامل شهرهای منطقوی، سرک های حلقوی و اتصالی بوده و متبقی آن شامل شهرهای ملی و سرک های ولایتی می باشد. این سخنگویان گفتند وزارتخانه های انکشاف دهات، شهرسازی و فواید عامه در تلاشند که از طریق برنامه های انکشافی به ساخت و ساز و بازسازی بنیادی سکتور ترانسپورت، سکتور آبیاری و دیگر پروژه های زیربنایی و اقتصادی بپردازد. قرارداد مجدد ساخت بند بخش‌آباد ولایت فراه امروز میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت ایتالیایی با ارزش 4.5 میلیون دلار امضا شد. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، در مورد شروع کار ساخت این بند و قرارداد مجدد آن گفت پیش از این قرارداد ساخت این بند در سال 1392 میان شرکت پاکستانی و حکومت افغانستان امضا شده بود، اما به خاطر نارسایی و کندی کار شرکت قرارداد چند ماه پیش از سوی کمیته تدارکات ملی فسخ شد. هزینه ساخت این بند از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخته شده و قرار است تا 18 ماه دیگر تکمیل شود. این بند 81 متر بلندی خواهد داشت و ظرفیت ذخیره آبی آن 1360 متر مکعب می باشد که 2 برابر بیشتر از بند سلما در هرات خواهد بود. همچنان این بند ظرفیت تولید 27 مگاوات برق را خواهد داشت و از آبهای ذخیره آن در حدود 104 هکتار زمین زراعتی در ولایت فراه نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت. بزودی کار ساختمان مرحله سوم پروژه خط آهن هرات خواف آغاز می‌گردد. مقام‌های وزارت راهسازی ایران که به ولایت هرات سفر کردند در دیدار با محمد آصف رحیمی والی این ولایت از آمادگی کامل جهت آغاز مجدد کار ساختمانی مرحله سوم پروژه احداث خط آهن هرات خواف خبر می‌دهند. محمد رضا پهلوان نژاد، ولسوال خواف که ریاست هیئت ایران را بر عهده دارد، میگوید کار ساختمانی 80 کیلومتر خط آهن هرات خواف در داخل ایران در آستانه تکمیل شدن است. به گفته او ایران 200 میلیون دلار را به خاطر احداث 142 کیلومتر خط آهن هرات خواف هزینه نموده که از این میان 60 کیلومتر در داخل خاک افغانستان و 80 کیلومتر دیگر در خاک ایران موقعیت دارد. نشست دو روزه سیاستگزاران بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا بر ریاست جانت
یلن امروز پایان می‌یابد. در این جلسات وضعیت اقتصادی آمریکا به ویژه نرخ بیکاری و تورم آن کشور مورد بررسی قرار گرفته و در پایان تصمیمات لازم برای ایجاد تغییر و یا عدم تغییر در سیاست‌های پولی اتخاذ خواهد شد. تغییر در نرخ بهره بانکی نهاد و احتمالاً بالا بردن آن از جمله موضوعاتی است که توجه بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. اگر سیاستگزاران بانک مرکزی روند رشد اقتصادی آمریکا و تحولات بازار کار را مثبت ارزیابی کنند، احتمال زیادی وجود دارد تا نرخ بهره خود را افزایش دهند. با این وجود، کارشناسان احتمال افزایش نرخ بهره را بسیار کم ارزیابی کردند. قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات امروز به دلیل نگرانی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و افزایش ذخایر نفت خام آمریکا بار دیگر با روند نزولی روبرو شد و به کمترین رقم در 3 هفته اخیر رسید. در همین حال قیمت نفت دریای برنت با 75 سنت کاهش به 49 دلار و 8 سنت در هر بشکه رسید. ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 77 سنت کاهش در برابر 47 دلار و 55 سنت به ازای هر بشکه معامله شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 10 ماه جون 1.2 میلیون بشکه افزایش و به 536.7 میلیون بشکه رسید. این در حالی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی کاهش 2.3 میلیون بشکه را برای ذخایر نفت خام این کشور برآورد کرده بودند. با دنبال مشکلات مالی ونزوئلا، این کشور به دنبال شرایطی است که بتوانند قرارداد نفت در برابر وام را با کشور چین اجرا کند تا ظرفیت این عضو اوپک را جهت پرداخت اوراق قرضه در یک بحران اقتصادی بهبود بخشد. ونزوئلا بیش از 50 میلیارد دلار در سال 2007 و زمان هوگو چاوز از چین قرضه گرفته است که در آن باید بخشی از فروش سوخت و نفت خام خود را به دومین اقتصاد بزرگ جهان در جهت پرداخت اقساط وام خود پرداخت کند. مشکلاتی که بازارهای نفت طی 2 سال گذشته وجود داشته موجب شده تا دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور برای اجرای اصل قرارداد با دشواری‌های روبرو شود و نیاز است که شرکت نفت ونزوئلا نفت بیشتری را برای پرداخت اقساط وام خود در زمان کاهش قیمت‌ها اختصاص دهد. و در پایان نرخ اسعار در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکا 69 افغانی و 45 پول. 1000 روپیه پاکستان 655 افغانی. 10000 ریال ایران 19 افغانی و 85 پول. 1 یورو 77 افغانی و 50 پول. 1 درهم امارات 18 افغانی و 80 پول. 1000 روپیه هند 1040 افغانی و 1 پوند انگلیس 97 افغانی و 50 پول. سپاسگزارم از همراهی شما. روز خوش. خدا نگهدار.